سرخط اخبار: بازگشت معترضان به خیابان‌های هنگ کنگ. ایالات متحده تعداد بیشتری از شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار داد. شاخص اعتماد در مشاغل آلمان کمی بهتر شد، اما بزرگترین اقتصاد اروپا تا ماه مارس هنوز در رکود بود. اسپانیا اعلام کرد سواحل و هتل‌های خود را باز خواهد کرد که تأثیر مثبت روی سهام شرکت‌های مسافرتی اروپایی داشته باشد. و البته اخبار ارزهای مجازی و جفت ارزها. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز. امروز دوشنبه 25 می 2020 برابر با 5 خرداد ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: اعتراضات هنگ کنگ دوباره شعله ور شد. معترضین برای مخالفت با وضع قانون جدید امنیتی که گفته می شود پایه‌های آزادی‌ها و امتیازات این شهر را تهدید می کند به خیابان‌های هنگ کنگ رفتند. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل برای پراکنده کردن معترضین واکنش نشان داد و بیش از 100 نفر نیز دستگیر شدند. این تظاهرات ها یک روز پس از آن صورت گرفت که وزارت بازرگانی امریکا 33 شرکت چینی دیگر را به لیست سیاه اضافه کرد و شرکت های امریکایی را از معامله با آنها منع کرد. ادعا شده است که آنها در نقض حقوق بشر در استان عمدتاً مسلمان نشین غربی سینکیانگ با دولت همکاری داشتند. چین از این اقدامات ابراز نارضایتی شدید کرد و تحلیلگران هشدار دادند که این دو قدرت ممکن است به سمت یک جنگ سرد جدید بروند. سهام چینی ناهمگون معامله شد و دلار در برابر یوان هنگ کنگ 0.1% دیگر رشد کرد و به بیش از 7.15 رسید. تلاش اسپانیا برای نجات اقتصاد با استفاده از فصل توریستی اروپا. آخر هفته علائم کاهش محدودیت‌ها در اروپا بسیار سریع‌تر پیش رفت و اسپانیا یکی از کشورهایی که به دلیل علائم بیماری همگیر کووید 19 به شدت آسیب دیده است، اعلام کرد که در ماه ژوئیه سواحل و هتل‌های خود را برای گردشگران خارجی بازگشایی خواهد کرد. این خبر به یکی از محبوب‌ترین مقاصد تعطیلات اروپا فرصتی برای نجات در فصل تابستان می‌دهد که قبلاً به طور گسترده‌ای تعطیل شده بود. سهام شرکت‌های مسافرتی و هتل‌ها در قاره اروپا افزایش یافت و سهام بزرگترین شرکت هتلداری اسپانیا ملیا هتلز نزدیک به 25% افزایش یافت. در جاهای دیگر ژاپن نیز وضعیت اضطراری سراسر کشور خود را برداشته است. در همین حال ایتالیا بیشتر سالن‌های بدنسازی و استخرهای خود را بازگشایی کرد و فرانسه قرار است مرحله بعدی بازگشایی‌ها را تا اواسط هفته اعلام کند. بازارهای سهام امریکا برای روز یاد بود تعطیل می‌باشند. در بریتانیا نیز تعطیلی بانکی است. با بسته شدن بازارهای سهام ایالات متحده، بریتانیا، هند و سنگاپور برای تعطیلات عمومی تا کنون یک جلسه نسبتاً آرام در بازارهای سهام دیگر جاها شاهد بودیم که در آن چشم‌انداز مثبت به بازگشایی اقتصادی نسبت به نگرانی از تنش‌های ایالات متحده و چین دست بالاتر را داشت. تا کنون معاملات قراردادهای آتی داو جونز، S&P 500 و نزدک به صورت میانگین 1.20% افزایش یافتند.
معیار اروپایی استاکس 600 نیز 1.5% افزایش یافت، در حالی که در آسیا نیکی ژاپن 1.7% افزایش یافت و کسپی کره جنوبی 1.2% رشد داشت. شاخص اعتماد تجاری آلمان علی‌رغم رکود اقتصادی نشانه هایی از زندگی را نشان می دهد. شاخص های اقتصادی قاره سبز با شروع نیمه دوم سه ماهه دوم که انتظار می رود رکود اقتصادی را منعکس کنند، نشانه هایی از زندگی در اروپا را بروز می دهد. شاخص وضعیت تجاری IFO آلمان که تنها و مهمترین داده اقتصادی تقویم امروز بود، در ماه می از رکود رکورد پایین 74.2 ماه آوریل به 79.5 بازگشت که کاملا از انتظارات بازار بهتر بود. یکی از شرکت هایی که برای تغییرات بهتر برنامه ریزی می کنند شرکت هواپیمایی لوفتانزا است که گفته است در ماه ژوئن ارائه خدمات خود را آغاز خواهد کرد و هدف آن این است که 20% از هواپیماهای خود را تا اواخر ماه به مسیرهای پروازی برگرداند. اما شاخص وضعیت کنونی اقتصاد آلمان نشان از ارزیابی ضعیف کسب و کارها از شرایط فعلی آنها داشت و تا حدی ناامید کننده بود. پیش از این داده ها تایید کرده بودند که آلمان در سه ماهه اول سال از نظر فنی وارد رکود اقتصادی شده بود، در حالی که تولید ناخالص داخلی پس از کاهش 0.1% در سه ماه پایانی سال 2019 2.2% نیز در سه ماهه اول امسال کاهش یافته است. مؤسسه IFO هنوز انتظار دارد که در سه ماهه دوم سال بیش از 10% تولید ناخالص داخلی آلمان کاهش یابد. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. روز اول هفته برای ارزهای مجازی روز خوبی نبود و تقریبا تمام ارز رمزهای مهم کاهش ارزش داشتند. در بین مهمترین ارزهای مجازی امروز لایت کوین 1% از دست داد، ریپل و اتریوم نزدیک به 1.5% کاهش داشتند، در حالی که بیت کوین با کاهش 2% به زیر 9000 دلار برگشته و همکنون در محدوده 8800 دلار معامله می شود. همانطور که مشاهده نمودید آخرین قیمت نمادهای مختلف نیز به صورت زیرنویس در اختیار شما قرار گرفت. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را با آدرس @پرسکیلز نیوز دنبال فرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.